بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خانواده های عزیز، فامیل های محترم، بیننده های عزیز و هموطنان گلم. خدا کنه که سعادتمند باشین، روزه و نمازهایتان قبول باشه و بندگی های خالصانه تان و نیایش های عارفانه تان قبول حق. امیدوار هستم که جور سعادتمند باشین. از خدای بزرگ همیشه برای شما عزیزان سعادتمندی، سلامتی، جان و جوری خواهان هستم و انشالله که امروز هم با یک لبخند معنوی و عارفانه بیننده برنامه روشنا باشین. اما گفتم که لبخند معنوی و عارفانه به خاطر از این که حسن خلق و داشتن اخلاق خوب و یک لبخند معنوی خالصانه در ماه مبارک رمضان بسیار بسیار تاکید شدم، چرا که گاهی وقتها امکانش هست که ما در سختی، در مشکلات زندگی و همزمان با روزداری و کار و روزانه زندگی و پیش بردن او امکان داره که مانده شویم و امکانش هست که خدای نکرده او لبخند معنوی و عارفانه در لبان ما نباشه و حسن خلق و خوشرفتاری نداشته باشیم. انشالله که قسم نیست، همزمان با روزداری بتانیم تمرین حسن خوش اخلاقی و حسن خلق و لبخند معنوی و عارفانه را در لبان خود ما تمرین کنیم که انشالله همزمان با ماه مبارک رمضان سایر ماها هم همان گونه با یک خوشرفتاری و حسن خلق در زندگی خانوادگی و اجتماعی پیش بریم و زندگی کنیم. همراه ما باشین با برنامه روشنا و ما هم با شما عزیزان هستیم تا آخرین لحظات و میخواییم که امروز حق روزه در رساله امام سجاد علیه السلام را بررسی کنیم. حقوق اجتماعی زیادی را ما در روزهای پنجشنبه همراه با خواهر خوب خانم عالمی صحبت داشتیم با شما عزیزان و امروز هم حق روزه در رساله امام سجاد را میخواییم که صحبت کنیم. سلام علیکم میکنیم با خانم عالمی و خوش آمدید میگیم. خانم عالمی سلام، قبول باشه طاعت و عبادات. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام خانم زهری عزیز، همچنین به شما هم تبریک میگم سال نو را و همچنین ماه مبارک رمضان را و قبولی طاعت و عبادت شما را از درگاه خداوند متعال خواهان هستم و همچنین یک سلام علیکم میکنم به همه بینندگان محترم. خود چون اولین برنامه ما است در سال بله. جدید در ابتدا تبریک میگم سال جدید را، انشاءالله که این سال برایشان یک سال بسیار پربرکت، پر از خیر و سلامتی و عافیت و معنویت باشه. الهی آمین. و از این طرف هم که خب ما میبینیم که بهار طبیعت مقارن شده با بهار قرآن و ایرا انشاءالله به فال نیک میگیریم و انشاءالله که همونطور که میگن که سال که نکوست از بهارش پیداست، انشاءالله که همونطور که سالی که امسال با بهار قرآن شروع شده، آغاز شده و ما با پیشواز رمضان به پیشواز روزه رفتیم و بهار آغاز کردیم، همینطور که سال ما سراسر قرآن و معنویت باشه و بهره بگیریم انشاءالله از فیوزات این ماه مبارک رمضان در سراسر سالی که در انشاءالله در جریان هست برای پیش ما. بله، این تقارن دو بهار ما به فال نیک میگیریم. انشالله که سال پر از رزق و روزی و برکت و امنیت و آسایش و و و و برای همه عزیزان بیننده و خصوص همه هموطنان عزیز ما خواهان هستیم. انشالله که این دو بهار با بهترین وجه امکان بتانن که سپری کنن و از تمام فیوزات این فضیلت های این ماه مبارک انشالله استفاده ببرن. خب خانم عالمی، حق روزه در رساله امام سجاد علیه السلام، خب وقتی میگیم حق روزه اول میخوایم یک تعریفی داشته باشین برای ما. خب ما از حقوق های مختلف صحبت کردیم و بررسی کردیم و اما حق روزه رو میخوایم بفهمیم ببینیم که چی هست. بله، خب ما رساله حقوق امام سجاد رو خب شما وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که بسیار در مورد موضوعات مختلف آمده ایشان حقوقی را بیان کردن. یعنی شما از همون ابتدای رساله که میرید از اعضای بدن ایشان میان حقوق تمام اعضای بدن را یک یک بیان میکنن و بعد حقوق حیوانات، حقوق انسان و در زمین های مختلف و یکی از حقوقی که خب ایشان
برایشان خوب بررسی میکنن، حقوق عبادت هسته که نماز و روزه و دیگر سایر عبادت هسته. بله و جالب هست خانم ظهوری عزیز، وقتی که ما رساله حقوق امام سجاد را مطالعه میکنیم، دقیقا به این میرسیم که امام سجاد علیه السلام در 1000 سال پیش، این زمانی که نه حرفی از حقوق بوده و حقوق بشر، هیچ این گپی نبوده، ولی خب ما میبینیم که بسیار یک رساله یا میشه گفت که یک منشور عمومی ایشان اومده بودن ایشان تهیه کردن که این رساله ما وقتی که هم اکنون الان داریم مطالعه بکنیم، بله. میبینیم که چقدر برای همه عموم، یعنی بسیار پیام هایی داره که درست. هم کارآمد، کارساز و بله. کاربردی هسته و هم بسیار روان، ساده و قابل فهم هسته. چقدر خوب. یعنی مفاهیمی که از کلمات، مفاهیم یا پیام هایی که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقشان اومدن استفاده کردن، بله. تقریبا میشه گفت که برای تمام عموم قابل فهم هستن. یعنی تو نیست که ما الان اگه بخوایم حق روزه را بیم مطالعه کنیم، بررسی کنیم، صرف فقط برای یک عده خاصی که به طور مثال خب شما وقتی میبینید نهج الوقت، وارد نهج البلاغه میشین، باید یک شرحی در کنارش باشه، یک شرح بسیار تفسیری باشه. بله. گرچه بر رساله حقوق امام سجاد هم شرح های بسیار تفصیلی هم وارد شده، لکن خود همون متن بله. به قدری روان، به قدری زیبا و قابل فهم هست که هر شخص که خب مشتاق باشه میتونه که او رو مطالعه کنه و هر اون چیزی که به کارش بیایه از او استنباط کنه و استفاده کنه. بله. این نیاز به یک دانش بسیار تخصصی خاصی نیست. و از همین فکر میکنم واقعا جزو یکی از ویژگی های خاص رساله حقوق امام سجاد باشه، که وقتی بله. ما همین وارد یکی از حقوق که در رساله امام سجاد علیه السلام وارد شده، ما میتونیم به راحتی اون رو مطالعه کنیم. من این را مقدمتا عرض کردم برای بینندگانی که خب شاید بگه که خب رساله حقوق امام سجاد یک، ممکن است کسی خب بینندگان جدید باشه، بگه خب یه کتاب هست که خب مربوط میشه به 1000 سال پیش و اینها عربی هست و فهمشان برای ما مشکل است. واقعا میگم که اصلا اینطور نیست. رساله حقوق مسجد بسیار روان هست، بسیار قابل فهم، این قابل فهم هست. همونطور که صحیفه سجاده رو وقتی شما باز میکنین و دعایش رو میخوانین و ترجمهش رو که میخوانین بسیار به جان دل منشنه، رساله حقوق امام سجاد هم همینطور هستن. و اما یکی از حقوقی که خب امام سجاد علیه السلام اومده در رساله ایشان بر اون تاکید کردن و اشاره کردن، حق روزه هستن. بله. خب ما در برنامه های قبل در مورد حقوق اجتماعی بررسی کردیم، درست. نه هر آنچه که مربوط به میشد به حقوقی که مربوط به اجتماع میشد، ولی خب و گفتیم که چون در ماه مبارک رمضان هستیم، بد نیست که امروز را یک مناسبتی بحث کنیم. حق روزه، خب ما وقتی که میبینیم که امام سجاد علیه السلام برای یکی اعضای بدن حق اومده تعیین کرده، بله. که حق چشم چی هستن، حق زبان، حق گوش، و یا اومده حق حیوانات را یک گفته که مثلا برای حیوانات چه حقی باید بر ما دارن، و از او طرف اومدیم در مورد حقوق اجتماعی صحبت کردیم. یعنی مسائل بسیار زیبایی وقتی که میبینیم وارد میشیم که برای هر چیزی یک حق را امام سجاد علیه السلام در نظر گرفتن، نشان دهنده کامل بودن دین است که دقیقاً همین درسته، تمام جزئیات دقت داشتن، توجه داشتن، آموزه های اهل بیت بسیار فراگیر هست و همه جا ما میبینیم که از هر جایی واقعا سر در میاره. و اینکه در مورد روزه که ما خب میدونیم که روزه یک فریضه هست که در سال خب یک ماهشه بر ما واجب هست که روزه بگیریم، و امام سجاد علیه السلام خیلی زیبا اومدن گفتن که خب همین روزه که شما میگیریم یک حقی، یعنی ما نسبت به این روزه یک وظیفه داریم. وقتی میگیم حقی روزه، بله. یعنی که ما نسبت به روزه یک وظیفه و تکلیفی داریم. او تکلیف و وظیفه ما نسبت به روزه چیست؟
اینو میگن حق روزه. پس وظیفه و تکلیفی که ما در مقابل روزه داریم. خب روزه یک فریضه است. بله. و میتونیم بگیم که اصلا یک رحمت است، یک نعمت است از جانب خداوند بر ما. درست. حال وظیفه ما در قبال این رحمت، این نعمتی که خداوند برای ما برای ما قرار داده، وظیفه ما چیست؟ پس روزه حقی در گردن ما داره. حالا بعد بپردازیم ببینیم که خب پس این روزه وقتی که ما میگیم ماه مبارک رمضان، ماه رحمت هست، ماهی هست که در او خداوند درهای جهنم بسته است و تمام اعمال نیک ما چندین برابر حساب میشن. اعمالی که ما شاید به صورت غیر ارادی انجام بدیم، خوابیدن، نفس کشیدن، اینا به صورت عبادت محسوب میشن. پس روزه حقی در گردن ما دارن. بله، همونطور که خدا از اون طرف به ما امتیاز میده، یعنی لحظه به لحظه ماه مبارک رمضان با ما امتیاز میده، خب ما نسبت به اون امتیازی که خدا به ما میده یک تکلیفی داریم دیگه. اینطور نیست که همه رابطه ها یک طرفه باشه و فقط صرف ما امتیاز رو دریافت کنیم و از سمت ما هیچ تکلیفی در قبال امتیازات نباشه. بله. خب پس بعد از یک میان برنامه انشالله زیادتر توضیح میدیم و ببینیم که خب حق روزه چی هست و ما چه باید بکنیم. همراه ما باشیم. یا صاحب الزمان، شود آیا که شبی بر دل من یار شوی؟ یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی. با کلافی بنشستم سر بازار رخن، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شوی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شوی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شوی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شوی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن بی سر و خونبار شوی. اللهم عجل لولیک الفرج. تشکر از همراهی گرم شما خانواده ها و فامیل های محترم و هموطنان عزیزم. انشالله که تا این لحظه از روز به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و روزه و نمازهایتان قبول حق باشه. همراه ما باشین. ما در برنامه روشنا امروز حق روزه در رساله امام سجاد علیه السلام را گفتگو و صحبت میکنیم و ببینیم که خانم عالمی چه صحبتهایی برای ما و شما عزیزان دارن. و یاد ما باشه که در ماه مبارک رمضان انقدر فضیلت های فراوانی هست که اگر ما او را درک کنیم، از خدای بزرگ میخواییم که همه سالها در همه ماها ماه مبارک رمضان باشد. انشالله که بتانیم به واقعیت ماه مبارک رمضان را درک کنیم. و ادامه صحبت ها را میشنویم از زبان خانم عالمی. خانم عالمی، حالا میپردازیم به این که خب این حق روزه مفهومشه که شما بیان کردین، معنیشه صحبت کردین، حالا این حق روزه چیزهایی میتونه باشه؟ بله، خب حق روزه گفتیم خب همون شامل دستورات و قواعدی میشه که خب خداوند متعال به واسطه روزه به ما واجب کرده، یعنی از ما انتظار داره که به واسطه روزه گرفتن یک سری قواعد و مقررات را که خب اینها در قالب حق روزه که امام سجاد علیه السلام اومدن در رساله حقوقشان بیان کردن، اینها را از ما انتظار داره. این حقوق
به زبان امام سجاد، به گفته امام سجاد علیه السلام چیست. گرچه ما خب وقتی میگیم حق روزه یا همون قواعدی که خب از روزه از ما خب یک سری قواعد مقرراتی هست که روزه از ما توقع داره، این حقی که خب امام سجاد علیه السلام در رسالهشون آمده یک حقی ممکن است یک گوشه از حقوق باشه، یعنی اینطور نیست که خب صرفا فقط همی باشه. یعنی خب ما گفتیم رساله امام سجاد علیه السلام یک رساله هست که عموم برای عموم نگاشته شده، یعنی امام سجاد علیه السلام آمدن یک رساله را آمدن تدوین کردن که برای عموم قابل فهم باشن. بله. و این مطلبی را که در خصوص حق رضایشان آمدن در رسالهشان بیان کردن بسیار مطلب ریز ظریف و اما عمومی هستند و از این بالاتر هم حقوق هست که قطعا در آیات و روایات وجود دارن و ما خب به اونها نمیپردازیم و صرفا حالا همه نکاتی رو که امام سجاد علیه السلام به اونها اشاره کردن به همین پردازیم، یعنی همون تکالیفی که ما به عهده داریم درست و باید در حصه ماه مبارک رمضان و روزداری خود ما رعایت کنیم و اطاعت داشته باشیم. یک بخشش هست البته که تمامش نیستم، اینطور نیست که حالا بگن هر کی بینه بگه خب پس ما وظیفه ما در مقابل روزه فقط همیسته، خب میتونه خب چیزهای دیگه باشه ولی ما به همین نکاتی که امام سجاد علیه السلام اومدن اشاره کردن ما همین رو میایم بررسی میکنیم. درست. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که و اما حق الصوم و اما حق روزه یسته گفته که فاین تعلم انه حجاب زر الله علی لسانک و سمعک و بصرک و فرجک و بطنک لیسترک به من النار. امام سجاد علیه السلام در حقیقت توی همین جمله که گفتن ایشون میفرمایند که حقی که خب روزه به گردن ما داره، یعنی وظیفه‌ای که ما در مقابل روزه ای حد داریم، اولین حقش اینه که روزه میایه چیکار میکنه ما را نسبت به هر آنچه که در اعضای بدن خودمون داریم، خب اعضای بدن ما چی هست؟ چشم، گوش، زبان هست و سایر اعضای بدنمون، اینها روزه میایه ما را حفاظت میکنن. خب یعنی این کاری که خروزه میکنه با ما، یعنی حقی که روزه اومده ادا میکنه در مقابل ما که چیکار میکنه، میایه صیانت میکنه از اعضای بدن ما، حفاظت میکنه از اعضای بدن ما. از چی؟ از اعضای بدن ما. خب یه اعضای در بدن مقابل ما... چی یعنی؟ یعنی محافظت در مقابل... از چی میکنه؟ خب و در حالی در چی مقابل چی از ما محافظت میکنه؟ امام سجاد علیه السلام میفرمایند که شما خب اعضای بدن ما چی هسته؟ خب دست هسته، زبان هسته، بله. خب گوش هسته، دقیقا اعضا و جواره، از اعضا و جواره ما، ذهن ما هسته، فکر ما هسته. روزه میگه از ما مراقبت میکنه اینکه اعضای بدن خودمان را ما چطور از اینها مراقبت کنیم که مبادا این اعضا پار فراتر از خودش بگذاره و دچار رفتارها و اعمال بشه که این اعضا را حقوق اینها را زیر پا بگذاره. درسته. یعنی به طور مثال خداوند متعال میگه که خب امام سجاد علیه السلام فرمودن که حق روزه به طور مثال بر چشمی هست که خب تو چشم خودت از حرام بپوشانی، یعنی در مقابل یک یک اعضای بدن ما بله. روزه میایه اون نقش سپر و محافظ را بازی میکنه. یعنی ما هم قسم که بارها گفتیم ما مثلا در ماه مبارک رمضان صرف فقط روزه خوردن و آشامیدن نیست، بلکه باید تمام اعضای بدن ما باید روزه باشه، یعنی چشم ما باید روزه باشه، دهان ما، زبان ما، دست ما، یعنی تمام اعضا و جوارح باید روزه باشه. یعنی باید بپوشانیم چشم را از حرام، زبان را از غیبت، از تهمت، یعنی تمام این اعمال و رفتارهایی که از ما سر میزنه، چه گفتار چه رفتار، تمام اینها رو باید ما مد نظر بگیریم و همه اونها رو باید در نظر داشته باشیم که همه اونها باید روزه باشن. یعنی فقط خوردن و آشامیدن مطرح نیست در ماه مبارک رمضان. پس این قسمتی که شما بیان کردن، این حق روزه هست در گردن ما که تمام اعضا و جوارح ما باید روزه باشه هم. دقیقاً. روزه باشه و وظیفه خب روزه چیست؟ یعنی جالب هست که خب وقتی که به قول معروف که یک حق دو طرف هست، یعنی یک
امتیازی دو طرفه، یا همونطور که ما وظیفه داریم که تمام اعضای بدنمون خب در مقابل روزه باشه، از اون طرف هم روزه چیکار میای میکنه؟ روزه میایه از تمام اعضای بدن ما محافظت میکنه. سیانت میکنه. بسیار عالی. ما میان برنامه تقدیم عزیزان میکنیم و ازشان میخواییم که بعد از این وقفه و میان برنامه باز هم برنامه روشنا را همراهی کنن که موضوع بسیار مهم و اساسی و بسیار زیبا هست. تقدیم شما عزیزان میشه این گفتگو بعد از یک وقفه. تشکر از همراهی شما عزیزان و مثل همیشه برای همه شما عزیزان بیان میکنم و میگم که اگر دوست دارین با ما در ارتباط باشین و اگر سوالی، پیشنهادی، انتقاد دارین حتما با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را میگم: مثبت 964-780-255-13. امیدوار هستم که با ما در ارتباط باشین و به هر حال امکان داره که نسبت به موضوعاتی که ما صحبت میکنیم سوالاتی در ذهن شما بیایه، میتونین به راحتی با ما در ارتباط باشین. به صورت لایو و زنده هست برنامه روشنا و هر روز هم تقدیم شما عزیزان میشم. و حق روزه در رساله امام سجاد علیه السلام، اینها را داریم بررسی میکنیم، خدمت شما میگیم. خانم عالمی صحبتی داشتن و موضوع آغاز کردن در رابطه با حق روزه در رساله امام سجاد علیه السلام، که گفتن که ماه مبارک رمضان و روزه یک حجابی هست و یک به هر حال محافظت میکنه از زبان ما، از اعضا و جوارح ما. درست. امام سجاد علیه السلام اولین اثرش ای هست که روزه میایه از ما صیانت میکنه، محافظت میکنه از اعضا و جوارح ما. و در مقابل چی؟ در مقابل بعد ایشان یک حدیث میارن از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماین و اصخایی میکنم از صوم و جنت و من النار. یعنی روزه انسان را در مقابل از آتش نجات میده، یعنی در مقابل آتش یک سپر قرار میدن. اون که گفته که جنتون، یعنی که یک سپر هست، صوم که روزه است، جنتو من النار، یعنی روزه یک سپریه بین انسان و جهنم، انسان و آتش. یعنی در مقابل خشم خدا، در مقابل عذاب خدا، روزه را یک مثل یک سپر تشبیه کردن. بعد اومدن در تایید کلامشون از سخن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون استفاده کردن. بله. خب حالا اینکه چطور میشه که روزه میای از ما صیانت میکنن؟ درست است. بعد یعنی روزه یک سپر هست برای یک سپر ما. هست برای و یک امتیاز هست برای بنده ها. دقیقاً همینطور است. برای همون است که بنده ها باید در مقابل او یک حقوق را رعایت کنن، یک نوع تکالیف را باید رعایت کنن. دقیقاً همینطور است. و اینکه خب چطور میشه که روزه از ما محافظت میکنه؟ این سپر محافظتی که ما امام سجاد علیه السلام فرمودن، این به چه نحو عمل میکنه برای ما؟ یعنی روزه چطور میتونه یک سپر محافظتی باشه بین ما و آتش جهنم، بین ما و عذاب الهی؟ این خانم ظهوری واقعا یک پیام بسیار بزرگی است وقتی که امام سجاد علیه السلام میفرمایند که روزه یک حجاب هستن. بله. یعنی من ایشون وقتی میان در کلامشون تأکید میکنن بر این که خب روزه یک حجاب هست، یک پرده هست. بله. بین شما و عذاب الهی، یعنی بین شما و جهنم.
این واقعا یک حرف ساده ای نیست، یک وعده ای هست، در حد یک وعده هست. یعنی میگه اگر شما روزه بگیرید، خدا دیگه شما رو عذاب نمی کنن. دیگه در شما خشم نمی گیره. درست. این واقعا یک پیام بسیار بزرگی هست و این ما نباید به راحتی از کنارش بشیم. حالا چطور میشه که روزه به این مرحله میرسه که از ما محافظت کنه؟ خوب. امام سجاد علیه السلام در ادامه میگن فَإِنْ سَكَنْتَ أَطْرَافَكَ فِي حَجَبَتِهَا، میگه اگر شما اعضا و جوارحتون، اگر اعضا و جوارحتون مثل چی؟ مثل چشم، مثل گوش، اینها بیاین شما این اعضا و جوارحتون رو رها کنیم، از اونها مراقبت نکنین. بله. اعضا و جوارحتون فَإِنْ سَكَنْتَ، این رها کنین، این رو مراقبت نکنین از این اعضا و جوارحتون. اون وقت چی کار میشه؟ شما به طور مثال زبان خودتون رها کنین. یعنی شما تصور کنید یک زبان چقدر میتونه به انسان آسیب برسانه. بله بله. از هر لحاظ، چه به لحاظ اینکه ممکن یک شخص از لحاظ روحی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ موقعیت اجتماعی و چقدر حتی ممکن است از نظر اقتصادی چقدر ضرر کنه. بله. شخص بر زبان خودش کنترل نداشته باشه، بر زبان خودش مدیریت نداشته باشه. حالا من چون زبان رو مثال میذارم، از این خاطر است که خب بسیار مبتلا به هست. یعنی دقیقاً ما بیشترین آسیب انسان از همین زبان است. دقیقاً ما از بیشترین مخصوصا ما خانم ها خب از این زبان بسیار آسیب خانم میبینیم. خانم ها که خوب هستن و خب آقایون هم خب میبینیم که از ناحیه خب چشم اینها بیشتر درسته. ممکن است در معرض آسیب باشن. حالا خانم ها چون یکمکی فرصت پیدا میکنن دور هم میشینن، خب گپشان زیادتر میتونه باشه. البته حالا خانم ها به هر حال فهمیدگیشان بیشتر شده، خدا رو شکر، چون که بیشتر به مطالعه میپردازن، به تحقیق میپردازن و بله کمتر میتونن این آسیب هایی که از زبان برشان وارد میشه، یعنی کمتر هست دیگه انشالله در این موارد. بله خب اینطور هست که انسان در هر موردی که قدرت داره نسبت به همون ممکن است آسیب های وجود داشته باشه، چون قدرت کلامی زنان خب بیشتر هست، بیشتر هست و برای هم ممکن است بیشتر آسیب ببینه از این ناحیه. زیاد صحبت میکنن، زیاد گپ میزنن. دقیقاً همینطور است. و این خب ما میبینیم که اگر شما، خب امام سجاد علیه السلام میفرمایند که شما اگر زبان خودتان را به طور مثال، یا مثالی که خودشون اومدن در ادامه در رساله که اومدن مثال زدن، گفتن که اگر شما چشم خودتان را کنترل نکنین و منتهی بشه یک نگاه حرام، خب این خودش منتج میشه به بسیاری از فسادهای دیگه، یعنی خیلی از مشکلات دیگه رو با خودش همراه میاره. زبان هم همینطوره و دیگر اعضای بدن. خب ممکن است خب بر نفس خودمون، یعنی بر جواره خودمون، بر نفس خودمون، بر ذهن خودمون اگر مدیریت نداشته باشیم، بله، بر اینها کنترل نداشته باشیم، اگر رها کنیم، یعنی مراقبت نکنیم، چقدر میتونه به ما آسیب برسونه. شما یک مثال میزنم برای که خب ما اگر اعضا و جوارح بدن خودمون رو رها کنیم که چقدر به ما آسیب میزنه. شما تصور کنید که یک منزلی خب یک کلکینی داره به سمت بیرون. خب این منزل ممکن است یک طبقات بسیار بالایی باشه و این کلکین وقتی که شما نگاه میکنید ببینید یک فاصله خیلی زیادی تا زمین هست. خب برای این کلکین خب یک محافظی قرار میدیم برای که اولادها، اطفال اینها در به قول معروف که محافظت بشه، محافظت از اونها محافظت شده. خب شما تصور کنید اگر همه کلکن رو باز کنید و اگر محافظ نداشته باشه، یک طفلی بیایی رو باز کنه، چقدر ممکن است برایش خطرناک باشه؟ درستن. شما در اعضای بدن خودمان رو هم همینطور تصور کنیم. شما وقتی فکر میکنیم که اگر من خب نتونم که نگاه خودم رو کنترل کنم، اگر نتونم زبان خودم را کنترل کنم، اگر نتونم ذهن خودم را مدیریت کنم و کنترل کنم و مراقبت کنم، درسته، اگر این قدرت را نداشته باشم چی میشه؟ ممکن است از همین خطراتی که خب برای همون طفلی که میگیم که یک محافظی برای قرار داشته باشه، اون محافظ برایش وجود نداشته باشه. این محافظی که امام سجاد علیه السلام میگه که خب شما اگر میخوای خودت کنترل کنین، میخوای بدن خودت کنترل کنی، بله، ذهن خودت کنترل کنی، یکی از ابزار محافظت از اعضای بدن تو، از ذهن تو، از جوارح تو همین روزه هستن. درست. استعینوا بالصبر
و سلات. حالا خانم عالمی، روزه میای محافظت میکنه از چشم و گوش و اعضای جوارح ما، یا اینکه خود ما باید مراقبت کنیم به خاطر ماه مبارک رمضان؟ این چه قسم است؟ دقیقاً ما میگیم که روزه فقط خوردن و آشامیدن نیست، نه؟ باید مثلا کار کنیم که زبان ما روزه باشد، دهان یعنی چشم ما، دست ما، گوش ما باید روزه باشد. خب خود ما محافظت میکنیم که در ماه مبارک رمضان به گناه گرفتار نشیم و روزه ما شبه یک روزه واقعی. و حال شما میگین که ماه یعنی روزه ما را حفاظت میکنه، یعنی چشم و گوش و اعضای جوارح ما را محافظت میکنه، این چه قسم است که اگر توضیح وقتی که مساجد علیه السلام به مثال میزنن میگن که روزه مثل یک سپره، سفر محافظتی است، یعنی میان سخن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ایشان میان نقل قول میکنن، میگن که همونطور که پیامبر گفتن که روزه مثل یک سپریه که شما را از جهنم نجات میده، ایشون میفرماین که روزه میتونه همون سپری باشه، یعنی همون ابزاری باشه که به ما کمک کنه که ما در مقابل اعضا و جوارح خودمون کنترل داشته باشیم که کمتر سراغ گناه بریم. یعنی شما به خاطر روزه کوشش میکنیم که محافظت کنیم، دقیقاً، و از گناه دوری کنیم، از ما هم تلاش میکنیم و خود این روزه این مدد را به ما میرسونه. چرا که وقتی که شخصی که روزه میگیره در حقیقت از همونطوری که از خوردن و آشامیدن امساک میکنه، درسته، خب تلاش میکنه که اعضای بدنشن را هم کنترل کنه. آه دیگه. یعنی اون فضای معنوی که در ماه مبارک رمضان ایجاد میشه، همون فضا یک حس بسیار خوب به انسان میده که کوشش میکنه که از گناه دوری کنه. دقیقاً. گناهان برش ناخوشایند میشه و کوشش میکنه که در روزها و شبها یعنی پاک زندگی کنه که معنویت رو بتونه ازش لذت ببره. یعنی همطور که میخواد، چون میدونه که تحمل و واقعا هم برای بعضی ممکن است بسیار، الان اصلا برای بیشتر افراد این واقعا سخت هست، یعنی تحمل خوردن و آشامیدن. وقتی 11 ماه یک شخص میخوره همیشه در حال خوردن و آشامیدن هسته به صورت طبیعی، وقتی در یک ماه خب این فشار میآید، وقتی این فشار بر خودش میبینه، درسته، خب تمام تلاشی هست که از این روزه به عنوان یک عبادت لذت ببره. بله. اینطور نباشه که صرف فقط نخوره و نیاشامه. بله. و خب تلاشی هست که خب اعضای بدن خودش را کنترل کنه. بله. سراغ گناه نره. یعنی به حرمت ماه مبارک ماه رمضان و روزه‌ای که داره و اون روزه چون سپر بسیار بزرگی برای ما هست از آتش جهنم، ما باید رعایت کنیم و تکالیفی رو داشته داریم که تمام اعضا و جوارح ما از گناهان دوری کنیم. دقیقا همینطور است. و این ناخودآگاه وقتی که ما روزه میگیریم و تلاشمون این هسته که از گناهان دوری کنیم، همین خودش میشه همون نقش حفاظتی روزه. این از خاطر روزه است که ما این کارا رو میکنیم. دقیقا. از خاطر روزه است که ما غیبت نمیکنیم امروز. از خاطر روزه است که ما ممکن است سر اولادهایم تشر نزنم. از خاطر روزه است که ما امروز خوب گذشت میکنم از یک گپ ناراحت کننده یک شخص به ما زده. از خاطر روزه است که ما امروز نماز اول وقت میخونم. از خاطر روزه است که میخوایم که یک دو صفحه قرآن بخونم. یعنی این فرصت را روزه برای ما پیش آورده. بله. حالا به غیر از اعضا و جوارح که یکی از حقوق یا حق روزه هست، خب سایر حق روزه رو بیان کنیم خانم عالمی. خب حق روزه دقیقاً این که امام سجاد علیه السلام خب بیشتر چون روی اعضا و جوارح اینقدر مانور میدن به خاطر تاکید داشتن، تمام تاکیدشون این هست که از چه خاطر؟ از این خاطر که میخوای بگه که همونطور که روزه یک حقی، یعنی میای یک امتیازی به ما میده و باعث میشه که خب ما یک رحمتی، یک معنویت را کسب کنیم، از اون طرف خب ما هم نسبت به روزه یک وظیفه داریم و این وظیفه که ما نسبت به روزه داریم در مقابل او سپر امنیتی است که روزه به ما میده. خب این سپر امنیتی را امام سجاد علیه السلام اولین گزینشی هست که میگه خب در مقابل اعضا و جوارح ما خودمون را مدیریت کنیم. بله. و از اون طرف سایر حقوق اعضای بدن را هم اومدن امام سجاد علیه السلام میگن اینها نسبت داره، یعنی با هم دیگه ارتباط داره با روزه. همونطوری که روزه میایه
به ما این کمک را میکنه که ما از گناه دوری کنیم بله. به ما کمک میکنه که به دنبال فلسفه های اینی به دنبال حقیقت روزه باشیم. از او طرف اعضا و جوارح ما یک حقوقی داره که حقوق به واسطه روزه اینها محقق میشه خانم زوری. بله. یعنی ما وقتی که امام سجاد علیه السلام فرمان که چشم شما حقش ای هسته که حقی که شما بر چشم دارین در رسالهشون اومده که او را از حرام بپوشونی، حقی که نفس تو بر تو اداره ای که او از فکر کردن، ذهن تفکر کردن به اون چه که حرام هست به اونها دوری کنی. اینجا ها یک ارتباطی وجود داره بین روزه و سایر حقوق. یعنی امام سجاد علیه السلام این ارتباط را میخواد بیان کنه که این ارتباط کمک میکنه به این که ما بتوانیم خودمون را تعالی ببخشیم، بتوانیم به اون حقیقت روزه که چیست؟ فلسفه و حقیقت روزه در حقیقت چیست؟ تقوا هست. بله. یعنی حقیقت روزه به تقوای الهی، به تقرب الهی. حقیقت روزه همین تقواست و راه رسیدن به تقوا، راه رسیدن به همین اینکه بخوایم به خداوند متعال نزدیک بشیم همین هسته که ما بتوانیم حقیقت روزه را درک کنیم. و حقیقت روزه فقط صرف با همین ظاهر اونچه که ما خب در روزه میبینیم نیست، صرف به این نیست که خب فقط صرف از خوردن و آشامیدن ما پرهیز کنیم، صرف این نیست که اون چیزی که بر ما حرام هسته، یعنی اون چیزی که مبتلات روزه هسته. بله. خب یک سری اعمال هسته که روزه را باطل میکنه، اما یک سری رفتارها هسته که روزه را باطل نمیکنه، ولی خب او حقیقت روزه را برای ما آشکار نمیکنه. بله. این که ما بخوایم در از دل روزه به تقوا برسیم یا این که بخوایم از دل روزه صرف فقط بیایم اطاعت کنیم و اون چیزی که حرام هسته از او دوری کنیم که روزه باطل بشه، این نیست. حقیقت روزه رسیدن به تقوا هسته. بله. و تقوا میسر نمیشه جز به این که ما بخوایم باطن روزه را باطن روزه را پی ببریم و رعایت کنیم. بسیار خوب خانم عالمی، وقت برنامه خلاص شده و باید خداحافظی کنیم. انشالله که بتانیم حق روزه را به جا بیاریم به عنوان یک انسان مؤمن، به عنوان یک انسانی که خود ما را روزدار واقعی حساب میکنیم و میگیم که انشالله با این روزداری های ما به تقوای الهی و تقرب الهی برسیم، انشالله که بتانیم حق روزه را هم بجا بیاریم. تشکر و سپاسگزار از حضور همه شما مؤمنین روزدار و شما خانواده های محترم، از حضور همه شما عزیزان خدافظی میکنیم و با اتفاق خانم عالمی عزیز از حضور گرم همه شما خداحافظی میکنیم. شما را به خدا میسپاریم و التماس دعا در ربانه ها و در سحرهای مبارکتان. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.